با درود خدمت تمامی سروران، کشتی دوستان و همراهان همیشگی کانال حسین نظری MMA. بریم به شهر زیبای تون کابون، شهر سوار همیشه سبز، مسابقات بین المللی جام جهان پهلوان تختی در حال برگزاری هست. دیدار رده بندی وزن 79 کیلوگرم، دوم دیدار رده بندی این وزن، دو بنده قرمز محمد رضا آرشی در مقابل دو بنده آبی محمد حسین نوروزیان به روی تشک رفتن. 30 ثانیه کشتی سپری شده، با کشتی رو از هم دیگه کار میکنن. محمد رضا آرشی یه جوری رو به جلو هست، دستش بهتر داره کار میکنه. یه لحظه یه دست رسول گرا گرفته بود، سرگردن رو میگیره، گست میکنه، تحت فشار گذاشت تا راه رو برای اجرای فنون خودش باز کنه محمد رضا آرشی. حالا دست زیره که از این برم یه لحظه خالی کرد محمد حسین نوروزی. بله درست است، داور کشتی رو نگه میداره و تذکر رسمی رو میده به نوروزی، نوروزیان البته، محمد حسین نوروزیان دلاور کشور ما از کردستان هست و محمد رضا آرشی از لرستان. ببینیم چه میکنن در مقابل هم دیگه. بچه رسول گرو گرفته، میاره پایین تا راه رو باز کنه برای جای فنونش. ببینیم پیش میندازه میره به پشت حریف یا نه. یه لحظه بله گست میکنه، گست سنگین. حالا اختار 30 ثانیه رو به روی محمد حسین نوروزیان قرار میدن. اگه نتونه امتیازی بگیره توی 30 ثانیه یک امتیاز برای محمد رضا آرشی ثبت خواهد شد. ببینیم چه میکنه. یه لحظه یه زیر نشون داد نوروزیان. همچنان روی دسته هم دیگه کار میکنن، هر دو کشتی با احتیاط دارن کار میکنن، نمیخوان حداقل مدال رو از دست بدن، دوستان به روی سکو برن توی این دور از مسابقات. بله اینجا 30 ثانیه به اتمام میرسه و یک امتیاز برای آرشی به روی تابلو ثبت میشه. یه زیر حالا نشون میده نوروزیان، به پا میرسه ببینیم میتونه خاک کنه یا نه. مچه دست رو هم گرو گرفته ولی بالاخره خاک میکنه محمد رضا آرشی رو. اگه دو ثانیه زودتر این کار رو میکرد اون یک امتیاز رو هم از دست نمیداد. رفت برای بارانداز ولی زورش نچربید به آرشی. نچه کشتی حالا دو بر یک میشه. 30 ثانیه تا پایین. یه لحظه یه زیرگیری سر زیر بغل نشون داد، یه زیرگیری تو ماهی سر زیر بغل رفت، به پا رسید ولی نتونست کاملا بالا بیاره چون کامل مسلط نشد، با یه دست گرفته بود پا رو. همچنان رو دست هم یه زیرگیری یک بار دیگه به پا میرسه آرشی. ببینیم میتونه خاک کنه یا نه، هنوز نتونست خاک کنه. دست رکت ببینیم تو این شرایط هر کشتیگی پرگردت هست برنده میشه و نوروزیان هست که یه لحظه به پل میبره آرشی رو. ببینیم بله دقیقا درسته، دو امتیاز میدم به نوروزیان. وقتی دست زیر کت میره به سبک حسن یزدانی انرژی و قدرت زیادی میخواد برای سرشونه و کتف تا بتونی کشتیگی رو پیش بندازی یا حتی دستت رو از زیر کت رها کنی و خاک کنی حریف رو، که حسن یزدانی استاد این کار هست، دلاور کشورمون، قهرمان جهان، قهرمان المپیک، استاد این کار هست. دستی رکت و بلافاصله خاک، فرقی نمیکنه حریف روس باشه، امریکایی باشه، قهرمان جهان باشه، المپیکی باشه، حسن یزدانی از پسش برمیاد. بله عرض کردم این دومی رده بندی هست. اولی رده بندی رو علی غلامی در مقابل امین حسین کاووسی بود که کاووسی تونست اون دیدار رو برنده از میدان خارج بشه. پس یه نفر سوم داریم به اسم امین حسین کاووسی و نفر سوم دیگه از بین این دو کشتیگیر انتخاب خواهد شد. ببینیم کدومی که این عزیزان به روی سکو خواهند رفت، محمد حسین نوروزیان از کردستان یا آرشی از لرستان. داور وسط آی جلیلیان در سوت خودش میدمه و کشتی آغاز میشه. 3 دقیقه پر التهاب در پیش رو دارن دو کشتیگیر، نمیخوان سکو رو از دست بدن. یه زیرگیری به مچ پا میرسه، حالا میره که کنده رو بکشه آرشی. ببینیم هر دو کشتیگی میلولن تو هم، یک بار دیگه حالا رو میکنه نوروزیان. ببینیم چه چیزی رد و بدل میشه. بله دو امتیاز برای آرشی در نظر گرفته شد، یک امتیاز هم برای نوروزیان که رو کرد
فن رو. بله دقیقا درسته. 5-3، 2 امتیاز برای آرشی و 1 امتیاز نوروزیان تو این کش و گست دریافت کردن. نچه کشتی 5-3 میشه به سود محمد حسین نوروزیان. همچنان رو دسته هم دیگه کار میکنن. کشتی جذاب و پرهیجانی شده. یه لحظه یه گست سنگین اتحادش رو به هم میزنه و تو همون شرط مچ پا رو میگیره نوروزیان. چقدر زیرک از این نوروزیان. از تمام حمله های آرشی به سود خودش استفاده کرد. ببینیم هر وقت حمله کرد جریمش کرد نوروزیان. حالا 2 امتیاز دیگه میگیره اینجا. نچه کشتی رو 7-3 میکنه. کار دست سگک کرده بود یه لحظه، ولی فقط نشون داد فندو میخواست فقط زمان رو از بین ببره. 1 دقیقه و 50 ثانیه زمان داره آرشی تا از امتیازهایی که از دست داده دفاع کنه و خودش رو برسونه به نوروزیان. ببینیم چه میکنه در ادامه کار. دستی رکت. هر دو کشتیگیر رو به جلو هستن. یه زیر نشون میده. حالا تو برگشت آرشی هستش که محمد حسین نوروزیان رو به بیرون تشک هدایت میکنه. بله 1 امتیاز هم به خاطر فرار از فن کاملا مشخص بود. پشت به میهن رو به دشمن، نمیدونم چی میگن، رو به دشمن پشت به میهن. بالاخره تشک رو رها کرد و از فن فرار کرد. حالا باید در خاک آرشی بنشینه. آرشی نباید این کار رو بکنه. باید منتظر باشه داور کاملا حریف رو به روی تشک قرار بده تو حالت درست و حالا با سوت داور باید بره برای ادامه کار. ببینیم میتونه بارانداز کنه یا نه. چه کشید 7-6 از یه بارانداز بزنه جلو میفته و میره برای مایه فیتل پیچ. تقریبا جمع و جور کرده. ببینیم میتونه بتابونه یا نه. خوب جمع کرده دیگه، باید بتابونه. فشار زیادی میاره به پای نوروزیان. خوب داره مقاومت میکنه، نتونست بتابونه. ببینیم باز هم رو کرد کشتی گیره دو بنده آبی نوروزیان. باز هم داره جریمه میکنه آرش رو و این کار رو هم میکنه. 1 امتیاز دیگه میگیره. عرض کردم کشتی گیره بدل کاری از نوروزیان. هرچی آرشی زد به در بسته بود. تو همه امتیازات، تو همه حملاتی که داشت، تو برگشت نوروزیان بود که امتیاز گرفت. تمام حمله هایی که از طرف آرشی شد نوروزیان یا رو کرد یا بدل زد و یا امتیاز گرفت. یک بار دیگه زیر نشون میده به مچپا دوباره میرسه ولی نتونست جمع کنه نوروزیان رو. یه سر زیر بغل. ببینیم خودش گیر میفته، حالا خاک میشه. 2 امتیاز دیگه از دست میده. میره برای ماهی کلیپ انداز. ببینیم میتونه دست رو جمع کنه نوروزیان یا نه. تحت فشار گذاشته آرشی رو. تقریبا ماهی کلیپ انداز رو جمع کرده. بله حالا میره برای بارانداز. میتونه بارانداز رو بذاره یا نه. دستش رو رها میکنه و دستش رو ستون میکنه آرشی بروی تا شد. 13 ثانیه فقط زمان داریم تا پایان کشتی و مدال برنز نوروزیان. ببینیم چه میکنه. یه سرزیر بغل، میرسه به پا ولی نتونست خاک کنه. همچنان به دنبال، حالا میره برای، بله یه لحظه رفت برای فند سنجاب پرنده فنون بالای فرنگی ولی نتونست. و خوشحالی، فریاد خوشحالی محمد حسین نوروزیان. مدال برنز این دور از رقابت ها را مشترکاً با امیر حسین کاووسی دریافت میکنه. تبریک میگیم به محمد حسین نوروزیان، دلاور کردستانی ما. کشتی زیبایی بود. محمد رضا آرشی هم خوب جنگی. دلاورانه کشتی گرفته هر دو دلاور و ولی خب هر کی از موقعیت ها بهتر استفاده کنه قهرمان هست و دستش به عنوان برنده بالا خواهد رفت. و نوروزیان تونست این امر رو به انجام برسونه. تو همه فنونی که آرشی اجرا کرد ببینیم صحنه های آستر رو. و هر فنی که آرشی زد نوروزیان جریمش کرد، بدل کرد و رو کرد و خاکش کرد. ببینیم زیبا کار کردن هر دو کشتیگیر. ببینیم هر جا آرشی رفت برای همه نوروزی بود که رو کرد. اینجا ببینیم با دستای پرقدرت خودش یه لحظه به خاک برد. یه زیرگیری زیبا از نوروزیان. خب دوستان عزیزانی که به تازگی به زن ما پیوستید، خواهش میکنم کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کانال کاران رو هم فعال کنید. به محض اینکه کشتی های بعدی دلاورانمون در کانال بارگذاری میشه، یوتیوب شما رو در جریان میگذاره و از دیدن کشتی های زیبای عزیزانمون لذت خواهید برد. تا
تا درودی دیگر، بدرود دوستان.